آقای حجازی، نظر شما درباره این حرفای آقای شیس رضایی که گفته پرسپولیس 80-90 درصد قهرمان این لیگ هست چیه؟ من نمیدونم این آقای شیس اصلا عقلش از کجا جوبه خیابون تهران آورده که اینجوری راجع به تیمشون حرف میزنه. آخه این مردی که کره خر یه نیم مثال عقل نداره فکر کنه بگه آخه پرسپولیس هم تیم شد که بیا قهرمان ایران بشه. آخه لونگی برو تو لونگ تو به من بپر تو هموم. آخه پای سر تیمای دیگه اینجوری چرت و پرت حرف نزن. آخه مردی که خیال کردی کی هستی تو؟ عجب بدبختی فوتبال ایران داری که خرایی مثل این آقا اینجوری میان تعیین و تکلیف واسه ما میکنن. این همه تیم ای آقا اومده با لونگش میاد همون بیرون میگه پرسپولیس نمیدونم 80-70 درصد میبره و این حرفا، ولی نه آقای شیخ این حرفا نیست. اینجا خارکسه، همه تیما هستن، استقلال هست، سپاهان هست، چه میدونم همه تیما هستن. حالا این شیخ اومده یه زر میزنه از من چی میگه مردی که. خب نظر شما راجع به بازی های پرسپولیس این پس چیه آقای حجازی؟ آبا این گاه گوهی نخوردن، این های سه تا بازی و چهار تا تیم تجهد داری کردن، اومده حالا این بازیکن که واسه ما پررو شده میگه ما 80-90 میبریم این جامو. ولی من میگم نه آقای شیس، پرسپولیس یا لونگی یا از این حرف نداریم. خب پس آقای حجازی پرسپولیسی ها برن گولشون رو گم کنن؟ نه نگفتم گورشون رو گم کنن، گفتم فقط یه خوره حرف دهنشون رو بفهمن، انقدر مثل این شیسک زرزر نکنن. آخه این هم نشد که هر کاسو شعری بخوای بگی بگی، یه مش لونگی اومدن بیرون اینجا واسه ما کاسو شعر میگن، یکی بشین نمیگه بابا بریم پیکارتون، اومدی اینجا واسه ما تعیین تکلیف کنی که چی خار کسه. بابا همه استادیوم میگن استقلال سرور پرسپولیس، حالا این خارکوس هم اومدن میگن ما 80-90 هستم میبریم. آقای اجازی حالا تو دربی بازی کنین چی میشه نتیجه؟ چطور میشه این قضیه؟ اگه میشه لطف کنیم بفرمایین که ما هم بدیم. دربی نه، اون که دهن پرسپولیسی ها سرویسه، همین الان دارم میگم مثلا آقای شیس رضایی که دیگه با اون زرزراش بجیر اصلا ما رو خورد کرده، این گوزچه تو داربی بهش نشون میدیم. این با صادقی میکنه تو کونش، اما رو منصوری ها میکنه تو دهنش، بعد دیگه اون موقعی که از جلو عقب شد میفهمه زر زدن بی مورد یعنی چی. حالا بازم زر زدن زر بزنه تا ببینیم چی میشه. بعدش هم حالا داربی هم که بردیم این لونگ ها خفه میشن، یه متر لونگ میکنیم تو دهنشون، میندازیم تو همون، برن با همون لونگ تو دهنشون زیر آب داغ کیف کنن همونجا تو همون به هم دیگه بمانن. و آقای اجازی یعنی شما میگین پرسپولیسی ها تو همون با هم دیگه کارایی میکنن؟ اگه میشه لطف کنی یه خوره بیشتر باز کنی قضیه رو. نه من نگفتم کاری میکنن، گفتم اینا برن تو همون با لونگ، لونگی هم دیگه برام همون تو لونگ با هم دیگه هر کاری خواستم بکنن دیگه. همین آقای خال نیکی هست و همون نیک بخت قدیمی خال نیکی و بقیه تیم و همه یه مش لونگی هم دیگه، همه شیس و چه منا این اوزگلا که با آستینشون بر میرن. آقای اجازی خب حالا پس به نظر شما پرسپولیس که متوقف میشه؟ این خارکوزه ها دیدین که با راهن فرج دهنشون گاییده شد بد جورم، بعدش هم این خارکوزه ها فقط زر میزنن، یه دوتا بازی بردن با تیم تجد ولی واسه ما پررو شدن، میان میگن ما میبریم 80-90 درصد واسه ما شیر شدن این وسط، خیال کردن میتونن گویی بخورن. ولی یادشون رفته علی 30 ثانیه یا یادشون نیست که بعد 30 ثانیه چطور دهنشون رو سرویس کرد، یادشون نیست اون موقع دقیقه 93 پیروز قربانی گاییدشون. خلاصه همینه دیگه، این احمقا فقط زر میزنن،
یه 30 سال پیش 6 تا زدنه میام میگم آما 6 تا زدیم و الا بله چرت و پرت میگن، نمیدونم بابا بعد 30 ثانیه دروازهشون گاییده شدش، پیروز دقیقه 90 زد دهنشون رو گایید. خب پس آقای حجازی، یعنی میگیم پرسپولیس اصلا شانسی نداره؟ شانس که داره، ولی خب تیمشون بابا یه مش لونگی هن. آخه شما فکر کن لونگی ها مگه فوتبال بلدن؟ میان اونجا کنبرنه میدونن یه لونگ داره خوشون پیچیدن هم اومدن بیرون که چی آخه اینشو فوتبال؟ اون خاله نیکی هم که ای با نمیدونم آستینش برمیره با کیونش. آقای اجازی، خب پس شما میگی استقلال 100% قهرمانه دیگه ها؟ یا چطوره این قضیه؟ میشه لطفا بگین؟ آقا من مثل آقای قطبی و پرسپولیسی ها کونی نیستم که الکی بیام این چیزی بگم، بیام بگم ما قهرمانیم و با 100 پوینگ با 100 امتیاز میبریم و این چرت و پرتا. ولی خب من لونگی نیستم. نه این درست آقای اجازی، شما 100% استقلالی خالص هستین و همیشه هستین. امیدواریم پیروز و موفق باشید. خدا یار و نگهدار شما.